سرخط مهمترین ها. احتمال بر رسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی روسیه. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته مسکو احتمال دارد امارت اسلامی را بر رسمیت بشناسد. قیود و شروطی در راه نمی باشد و امارت اسلامی خواهان تعامل خوب و حسنه در تمام عرصه‌ها و تمام کشورها هست. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد افغانستان. In Afghanistan, the Taliban take over. یک مقام سازمان ملل میگوید پس از روی کار آمدن امارت اسلامی حقوق بشر در افغانستان عقب گرد داشته. دیدار یک مقام ارشد سازمان ملل با مقام های امارت اسلامی. معاون کمیشنر سازمان ملل در امور پناهندگان گفته با تأمین امنیت در افغانستان کمک ها به مهاجران را آغاز خواهند کرد. روی فراهم ساختن زمینه های خوبتر برای عودت مهاجران، همچنان رساندن کمک ها به مستحقین به گونه شفاف. نگرانی ها از وضعیت خبرنگاران در افغانستان. یک خبرنگار ادعا می کند که در کابل از سوی نیروهای امارت اسلامی لتو کوب شده. از ما تلفن از ما نخستل کیگی و چک کیگی از ما پرگیر و پتلون بعد هم خبری کیگی راتو ویل کیگی چه به اسلامی طولنه که خبریال نباید تاسیبی. Response to Russia's invasion, we have reinforced. خواست دبیر کل ناتو برای ارسال تسلیحات سنگین به اوکراین. مادرید، we will take the next steps. وقت بر شما بخیر. بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری از یک با من ادریس فاروقی هستید. زمیر کابلوف فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان میگوید احتمال دارد مسکو حکومت سرپرست افغانستان را بر رسمیت بشناسد. آقای کابلوف در گفتگوی تازه با یک شبکه روسی گفته که مسکو بیان که دیدگاه آمریکا و دیگر کشورها را در نظر بگیرد برای بر رسمیت شناختن امارت اسلامی تصمیم خواهد گرفت. کابلوف همچنان گفته که ایجاد حکومت فراگیر باید گام نخست باشد، اما معاون سخنگوی امارت اسلامی ساختار نظام افغانستان را شرط پذیر نمی‌داند و تاکید دارد که با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی و منفعت‌های ملی به دنبال تعامل با کشورهای جهان است. ایمل سیار گزارش می‌دهد. چراغ سبز روسیه برای برسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان. زمیر کابلو فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان در گفتگوی ویژه با شبکه یک روسیه میگوید روسیه بدون در نظر داشت دیدگاه آمریکا و دیگر کشورها برای برسمیت شناختن امارت اسلامی تصمیم خواهد گرفت. چون این چشم اندازهای وجود دارد، پیش شرطها از سوی رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه توضیح داده شد. ایجاد دولت فراگیر باید نخستین گام باشد. ما این را پنهان نمی کنیم و به شریکان افغان خود صریحاً می گوییم و محض این که این اتفاق بیفتد مبنای یک بحث جدی وجود خواهد داشت. مسکو نسبت به افغانستان این روزها دلگرمی و تمایل مثبت نشان می دهد و این بیانگری است که غربی ها افغانستان را ترک کردند، بلخص ایالات متحده آمریکا و شرکایشان. مسکو تلاش می کند که با افغانستان یک مقدار روابط نیک و حسنه برقرار کنه. اگر روسیه امروز گام برمی‌داره به خاطر شناخت حکومت طالبان، صرف به خاطر منافع امنیتی خود روسیه هست و به خاطر برتریشان نسبت به جنگ در مقابل ناتو و امریکا هست. اما امارت اسلامی ساختار نظام افغانستان را شرط پذیر نمی‌داند و تأکید دارد که با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی و منفعت‌های ملی به دنبال تعامل با کشورهای جهان است. آماده می شوند یا تمایل دارند که با امارت اسلامی کنار بیایند و امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند، یک گام خوب است. و دیگری که مسائل ساختار نظام و مسائل داخلی کشور ما مربوط به خود افغان ها است، توقع ما این است که مسائل داخلی کشور ما با افغان ها گذاشته شود که خودشان تصمیم بگیرند و قیود و شروط در راه نمی باشه و امارت اسلامی خواهان تعامل خوب و حسنه در تمام عرصه ها و تمام کشورها هست.
مشروعیت جهانی یک چالش برای امارت اسلامی به شمار می رود. با آنکه نزدیک به 10 ماه از حاکمیت امارت اسلامی می گذرد، اما تا کنون هیچ کشور امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است. عضوهای شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو وضعیت سیاسی بشری و حقوق بشری در افغانستان را به بحث گرفتند. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح میگوید پس از روی کار آمدن دولت جدید، بحران پیچیده سیاسی، اقتصادی، بشری و مهاجرتی در افغانستان پدید آمده و حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عقب گرد داشته. همزمان معاون نماینده دائمی نروژ در سازمان ملل میگوید اگر حکومت سرپرست میخواهد بخش از جامعه بین المللی و سیستم مالی اقتصاد جهان باشد، ضروری است تا به خواستهای جامعه جهانی تمکین کند. گزارش از اسدالله حکیمی. نشست دو روزه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد افغانستان. وضعیت سیاسی، بشری، اقتصادی و مهاجرتی پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان محور بحث این نشست در ژنو سوئیس است. شورای حقوق بشر امروز و فردا را برای گپ و گفت‌های عضوهای این شورا در مورد افغانستان اختصاص داده است. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح میگوید پس از روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان، بحران پیچیده سیاسی، اقتصادی، بشری و مهاجرتی در افغانستان پدید آمده و حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عقب گرد داشته است. در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان، بحران پیچیده در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، بشری و مهاجرتی پدید آمده است. حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عقب گرد داشته است. من اخیراً به افغانستان سفر داشتم. با مقام‌های ارشد حکومت سرپرست دیدارهایی داشتم. نگرانی جهانی از وضعیت بشری در افغانستان را اعلام کردم. ظاهراً آنان خود را به رعایت حقوق بشر متحد می‌دانند، اما نیاز از گام‌های عملی برداشته شود، زیرا وضعیت در افغانستان بد است و نیاز است اقدام‌های لازم در همه بخش‌ها صورت بگیرد. معاون نماینده دائمی نروژ در سازمان ملل هم میگوید اگر حکومت سرپرست میخواهد بخش از جامعه بین المللی و سیستم مالی اقتصاد جهان باشد، ضروری است تا به خواستهای جامعه جهانی تمکین کند. احترام به حاکمیت، قانون و حقوق بشر و ایجاد یک دولت فراگیر، صلح پایدار در افغانستان را تضمین و راه‌ها برای مشروعیت بین المللی را تسهیل میکند. اگر طالبان میخواهند بخش از جامعه بین المللی و سیستم مالی اقتصادی جهان باشد، باید با خواستهای ما تمکین کنند. سازمان ملل به گفتگوهای خود با طالبان ادامه میدهد. همین گونه در شورای امنیت تا ببینیم آیا میتوانیم با صدای قوی تر از شورای امنیت صحبت کنیم، اما مهم است در حمایت از خواستهای خود متحد بمانیم. شمار دیگر از حامیان حقوق بشر و فعالان مدافع حقوق زنان نیز خواهان اعمال فشارهای بیشتر جهانی بر حکومت سرپرست هستند. اگر طالبان توقع دارند جامعه بین الملل آنها را به رسمیت بشناسند و مانند هر کشور دیگر با آنها رفتار شود، گام نخست را باید بردارند و به عنوان عضو از جامعه جهانی کنوانسیون‌های افغانستان را به رسمیت بشناسند و با آنان احترام بگذارند. در غیر آن، پیامدهای بعدی عدم تعامل جهان خیلی برای مردم و حکومت سرپرست تلخ خواهد بود. امارت اسلامی بارها اعلام کرده که به حقوق بشر و حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی حرمت می‌گذارد و نیز تمام شرایط را برای حاصل کردن مشروعیت جهانی تکمیل کرده است. معاون کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در 2 روز گذشته با شمار از مقام‌های بلندپایه امارت اسلامی در کابل دیدار و روی وضعیت مهاجران افغان گفتگو کرده است. این مقام سازمان ملل گفته که آنان با تأمین شدن امنیت در افغانستان، فعالیتشان را در دوردست‌ترین نقاط افغانستان به مهاجران این کشور آغاز خواهند کرد. و همچنان گفته که پس از بررسی وضعیت مهاجران در افغانستان، به کشورهایی که در آن مهاجران افغان پناهنده شدند نیز سفر خواهد کرد. امارت اسلامی با استقبال از سفر این مقام سازمان ملل از جهان خواسته تا توجهشان را به افغانستان بیشتر بسازند. نوید صمدی.
معاون کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با معاون سیاسی رئیس وزیران و معین وزارت امور خارجه در کابل دیدار و روی وضعیت مهاجران افغانستان بحث و گفتگو کرده است. کلی کلمنتز در این دیدارها با مقام‌های امارت اسلامی گفته که با تأمین شدن امنیت در افغانستان، آنان فعالیت‌هایشان را در دوردست‌ترین نقاط هم آغاز خواهند کرد. با توجه به تامین امنیت سراسری در افغانستان، ما می توانیم فعالیت‌های خود را در مناطق دوردست گسترش دهیم. افغانستان برای ما اولویت دارد و ما متحد هستیم که کمک‌های خود را به این کشور ادامه دهیم. در دیدارهایی که خانم کلی کلمنتس معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و عودت کنندگان با معاون سیاسی ریاست الوزراء، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و همچنان معین وزارت امور خارجه داشتند، روی فراهم ساختن زمینه‌های خوبتر برای عودت مهاجران، همچنان رساندن کمک‌ها به مستحقین به گونه شفاف. این مقام سازمان ملل در دیدار با شیر محمد عباس استانکزی، معین وزارت امور خارجه گفته که پس از بررسی وضعیت مهاجران در افغانستان، با سایر کشورهای دیگر که در آن مهاجران افغان باشد نیز سفر می‌کند و از بهر پایان چالش‌های آنان تلاش خواهد کرد. ممکن است در سطح ابتدایی یک سری کمک‌های بشردوستانه را برای مهاجرین داخلی افغانستان جذب نماید، اما مشکل هجرت حل نخواهد شد. زمانی ما می توانیم مشکل مهاجرت را برای افغان ها حل کنیم که زمینه کار و زندگی را در داخل افغانستان فراهم کنیم. این در حالی است که در جریان 4 دهه اخیر به دلیل جنگ و ناامنی و چالش های اقتصادی، میلیون ها شهروند افغانستان به کشورهای منطقه و جهان مهاجر شدند. ثبات سیاسی افغانستان چند رکن اساسی دارد. در نخست مسائل داخلی است که باید طالب ها و کسانی که در مسائل افغانستان دخیل هستند بالا یک طرح حکومت که مورد قبول مردم باشد کار بکنند. در کنار این باید جهانیان با افغانستان همکار باشند، به خصوص در مسائل مالی. بحران مهاجرت یک معضل بسیار بزرگ است که نظام های قبلی هم در مورد بسیار بی‌تفاوت بودند و امارت اسلامی هم به تنهایی نمیتواند به حل این مشکل پایان دهد. یعنی نیاز است تا یک تصمیم مشترک در سطح ملی و بین المللی گرفته شود تا حداقل بتوانند این بحران را مهار کنند. با این همه، گزارش ها در چند ماه اخیر پس از روی کار آمدن امارت اسلامی نشان می دهد که روند اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه افزایش یافته و در جریان ماهای اخیر هزاران مهاجر از کشورهای همسایه اخراج شدند. یک خبرنگار ادعا می کند که از سوی نیروهای امارت اسلامی در کابل لتکوب شده. اکرام اسمتی خبرنگار کابل نیوز می گوید روز گذشته در مربوطات حوزه 5 امنیتی شهر کابل، هنگامی که به محل کارش روان بود، از سوی نیروهای امارت اسلامی لتکوب شده است. امارت اسلامی اما می گوید در حال بررسی این رویداد است و با عاملان آن برخورد جدی خواهد شد. اسدالله حکیمی. ادعای لتکوب یک خبرنگار از سوی نیروهای امارت اسلامی. اکرام اسمتی خبرنگار پیشین کابل نیوز میگوید روز گذشته در یک است بازرسی در شهر کابل از سوی نیروهای امارت اسلامی لتکوب شده است. این هم تصویر نشر شده از این خبرنگار در شبکه‌های اجتماعی است که نشان می‌دهد صورت او خون‌آلود است. تیر ورځ د پلازمین پزړه کې د کمبر په څلور لار کې په یو چک پوینت کې د موظف و کسانو یا د نامطلوب و کسانو لوري زما سره د ناوړه چلند نورسته زما ټلیفون زما اخیستل کیږي او چک کیږي زما پرهیره او پتلون باندې هم خبرې کیږي راته ویل کیږي چې په اسلامي ټولنه کې یو خبریال نه باید داسې وي. تر لنډ ځنډ وروسته په یو سپین موټر کې زه یوې لنډې سیمې ته وړل کیږم چې د کرغې په نوم ده. هغلته ماته د مرګ ګواښ کیږي. همزمان با این شماره از خبرنگاران میگوید با محدودیت دسترسی به اطلاعات روبرو اند.
از دی بیان کلا در افغانستان سلب شده و تعداد از خبرنگار از کار بیکار شدن و رو به کارهای شاقا آوردن که نمیتونن حتی زندگی روزمره خود مرفوع بسازه این کارها و ما امیدوار هستیم سازمان ملل و جامعه جهانی همکاری جدی بکنه در بخش کمک به خبرنگارهایی که از کار بیکار شدن و یا هم رسانه هایی که کلا بسته شدن یک راهکار ایجاد بکنن تا اینکه دوباره اونا بتونن کار بکنن و زندگی روزمره خود پیش ببرن. نهادهای پشتیبان خبرنگاران وضعیت کنونی در افغانستان را برای خبرنگاران مناسب نمی‌دانند و از امارت اسلامی می‌خواهند به حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان احترام بگذارند. د خبریالانو پر وړاندې ستونزې موجودې وي، یا مثلا دوی لاسرسی اطلاعاتو ته نه درلوده، ولې اوس ځینې ادارې آماده دي چې خبریالانو ته معلومات ورکړي، خو شته داسې ادارې لا هم په ولایتونو کې چې هغوی پر وخت اړین معلومات له خبریالانو سره نه شریکوي. امارات اسلامی اما ادعاها در مورد لتکوب این خبرنگار را رد می کند، اما تاکید دارد که در این مورد بررسی خواهند کرد. در مورد حمایت از آزادی بیان و همچنان حمایت از کار رسانه‌ای و ژورنالیست‌های امارت اسلامی در چوکات اصول اسلامی و منافع ملی حمایت خود را داره، ولی مورد مشخصی را که شما یادآور شدین معلومات دقیق ما این هست که از سوی نیروهای امارت اسلامی کار تثبیت نشده که انجام شده. 10 ماه از روی کار آمدن امارت اسلامی می گذرد. در این مدت نگرانی ها از وضعیت آزادی بیان و رسانه ها صورت گرفته است. اخیراً دیدبان حقوق بشر در اعلامیه گفته که نیروهای امارت اسلامی دست به بازداشت و شکنجه خبرنگاران میزنند، موردی که از سوی امارت اسلامی رد شده است. در 10 ماه گذشته بیش از 200 رسانه به دلیل هایی از جمله اقتصادی فعالیتشان را متوقف کرده و صدها خبرنگار و کارمند رسانه هم کارشان را از دست دادند. بانک مرکزی افغانستان برای نخستین بار پس از روی کار آمدن امارت اسلامی گفتمان را در پیوند به سیاست‌های پولی افغانستان با شمار از کادرها و آموزگاران رشته اقتصاد برگزار کرد. این بانک هدف از این کار خود را تقویت اعتبار پالیسی‌ها و طرح برنامه‌های مفید و مؤثر با در نظر داشت شرایط موجود نظام بانکداری در کشور عنوان کرده. بانک مرکزی گفته که به پیشنهادات هر یک از اشتراک کنندگان که نفع نظام بانکداری کشور باشد توجه صورت خواهد گرفت. از سوی هم آگاهان به این باورند که حکومت کنونی با استفاده از نظر آگاهان اقتصادی می‌تواند بحران اقتصادی و نظام بانکداری کشور را از حالت بحران بیرون کند. نوید صمدی گزارش می‌دهد. برای نخستین بار بانک مرکزی افغانستان پس از روی کار آمدن امارت اسلامی گفتمان سیاست‌های پولی را برای دریافت نظریات کادرها و آموزگاران رشته اقتصاد در کابل برگزار کرده است. بانک مرکزی افغانستان هدف از راه اندازی این گفتمان را تقویت اعتبار پالیسی ها و طرح برنامه های مفید و مؤثر با در نظر داشت شرایط موجود نظام بانکداری در کشور عنوان می کند. در افغانستان بانک و تحصیلی ادارو ترمیانز اړینه همغږي شته چې مرکزی بانک ورته بشپړ ارزښت ورکوي. په ځانګړې توګه هغه مهال چې د پوهنتونونو د غوره کادرونو علمي او اغېزناک لیدلوري د پروګرامونو او د پولیس سیاستونو په طرح کولو باندې مثبت اغیزې ولري. مسئولان این بانک گفتند که با استفاده از نظریات آگاهان اقتصادی میخواهند به چالش های موجود بانکداری در کشور پایان دهند. همزمان اشتراک کنندگان در این نشست هم از توجه حکومت برای دریافت نظریات در مورد چالش های اقتصادی خوشبینند و آن را گام مثبت میدانند. تاسو ګورئ تر اوسه پورې 40 کالو بهیسه چې موږ تاسو ټول زیږنده د پروسی او سمز دکړی دي، یعنی اتکا په بهرنی متخصصینو و نو خا خبره ده چې د انډول د ختمېدو د پاره درک د پاره چې د اکیډمیک لحاظ کم شان څومره د تطبیق وردی او پرکټیشنران زمون کم نظریات لري چې اکیډمیک ساحه کې ترې پاتې دي د توجه کی. زه ډیر خوشاله یم چې دغه یو مجلس رامنځته کیږي. در این نشست همچنان روی تقویت بخش های ابزار سیاست پولی، چهارچوب سیاست های پولی، انواع رژیم های ارزی، عملیات بازار پیرامون مدیریت ذخایر ارزی و راه اندازی لیلام اسعار و اوراق بهادر و صدور اعتبارنامه ها نیز بحث و گفتگو صورت گرفته است. پالیسی هایی که ترتیب شد جانب بانک مرکزی به معرض دید اساتید محترم قرار داده شود و او در حقیقت اصلاح شوه و
انکشاف داده شوه و یک چیز درست ترتیب شوه مطابق به شرایطی که ما در او قرار داریم و که جهان میخواه و منطقه میخواه، فکر میکنم که میتونه سیستم بانکی را از این جمله از این بنبست که ایجاد شده نجات بده. امروز افغانستان با کمبود افراد فنی و متخصص و کاردان مواجه است. بنان اگر حکومت افغانستان واقعا بخواهند که وضعیت مدیریت بکنند، پس نیاز است که در همکاری و در مشوره و در گفتمان با کسانی که بیشتر در حوزه اقتصاد فعالیت داشتن و یا کاردان هستند از اونا مشوره گرفته شود. بانک مرکزی اطمینان داده که از نظریات مفید این گفتمان برای بهبود نظام بانکداری در افغانستان استفاده خواهند کرد. سوال هم در جهان. یانس ستوتنبرگ دبیر کل ناتو گفته که برای جلوگیری از پیشروی روسها در شرق اوکراین، کشورهای غربی باید تسلیحات سنگین بیشتر را به اوکراین ارسال کنند. نیروهای دریایی ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عربی رزمایش مشترک را در آبهای خلیج فارس آغاز کردند. همچنان در نتیجه یک انفجار در یک رستوران زیرزمینی در شهرستان شهریار ایران دست کم 8 تن به شمول 4 کودک کشته شدند. جزئیات بیشتر در این بسته. یانس ستولتنبرگ دبیر کل ناتو گفته که برای جلوگیری از پیشروی روس‌ها در شرق اوکراین، کشورهای غربی باید تسلیحات سنگین بیشتر را به اوکراین ارسال کنند. دبیر کل ناتو پس از نشست با سران 7 کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو در لاهه گفته که ناتو از قبل ارسال تسلیحات سنگین برای اوکراین را افزایش داده است. مقام‌های اوکراین بارها از کشورهای غربی خواستند تا تسلیحات سنگین نظامی را در اختیار آنان قرار بدهند. در همین حال نخست وزیر پولند گفته که غرب برای کشور همسایش اوکراین حمایت به اندازه کافی انجام نمی‌دهد. او از کشورهای غربی خواسته تا تسلیحات سنگین بیشتر به شمول توپخانه برای اوکراین ارسال کنند. از سوی پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان می گوید که جنگ در اوکراین به جنگ منطقه‌ای مبدل شده است. او گفته که حمله روسیه بر اوکراین به مثابه نقض حق تعیین سرنوشت یک کشور تلقی می شود. با این همه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که جنگ در دونسک به عنوان یکی از برهمانه‌ترین درگیری‌ها در تاریخ نظامی ثبت خواهد شد. نیروهای دریایی آمریکا و امارات متحده از دیروز بر این سو رزمایش مشترک را در آب‌های خلیج فارس آغاز کردند. سنتکام اعلام کرده که این رزمایش دریایی 10 روزه که مدافع آهنی نام دارد، یک رویداد آموزشی دو جانبه سالانه است که با هدایت فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا انجام می شود و بر عملیات امنیت دریایی، مقابله با ماین‌گذاری های دریایی و دفاع از بنادر متمرکز است. مقام های ارتش آمریکا گفته که این یک فرصت عالی برای عمیق‌تر کردن روابط دو جانبه و آموزش در کنار شریکان توانمند مانند امارات متحده عربی است. بیش از 600 تن از پرسنل نیروی دریایی، تفنگداران دریایی و گارد ساحلی آمریکا و همچنین 3 ناو در کنار 2 کشتی جنگی متعلق به گارد ساحلی آمریکا در این مانور شرکت دارند. مقر نوسنت در بحرین است و نیروهای عملیاتی آمریکا در خلیج فارس، خلیج عمان، دریای سرخ، بخش از اقیانوس هند، همچنین 3 نقطه مهم در تنگه هرمز، کانال سوئز و باب المندب را رهبری می کند. در نتیجه یک انفجار در یک رستوران زیرزمینی در شهرستان شهریار ایران دست کم 8 تن به شمول 4 کودک کشته شدند. رسانه‌های ایرانی گزارش داده که این رستوران در زیرزمین واقع شده بود و این انفجار در جریان یک مراسم جشن تولد صورت گرفته است. هلیوم از گازهای غیر قابل اشتعال است و مقام‌های آتش‌نشانی ایران پیشتر درباره این که ممکن است بعضی از سجایان به دلیل هزینه کمتر بادکنک‌های تولد را با گاز قابل اشتعال پر کنند هشدار داده بودند. رقابت‌های انتخابی تیم هندبال ولایت بامیان با پیروزی تیم هندبال اتحاد به پایان رسید. این رقابت‌ها با حضور 6 تیم به گونه لیگ برای یک هفته راه اندازی شده بود. قرار است رقابت‌های انتخابی تیم هندبال ولایت‌های لوگر، غزنی و میدان وردک هم تا چند روز دیگر به میزبانی کابل برگزار شود. رقابت‌های انتخابی تیم هندبال بامیان. این رقابت‌ها با حضور 6 تیم به گونه لیگ در ورزشگاه تربیت بدنی و ورزش این ولایت برای یک هفته راه اندازی شده بود.
سرانجام این رقابت ها با پیروزی تیم هندبال اتحاد به پایان رسید. در این رقابت ها 16 چهره برتر برای تیم منتخب هندبال ولایت بامیان شناسایی شدند. مسابقات ما در تاریخ 19 جوزا شروع شد و به مدت 5 روز ادامه داشت. به دیروز تیم منتخب ما در فرجام این رقابت ها تیم منتخب هندبال ولایت بامیان در یک بازی تدارکاتی در برابر تیم هندبال جوانان ولایت کابل پا به زمین گذاشت که سرانجام تیم جوانان کابل توانستند با نتیجه 25-17 تیم هندبال بامیان را شکست دهند. خوشبختانه برای ما موقع مساوی شد از طرف فدراسیون هندبال بامیان. ما می‌توانیم مظهر خدمت باشیم و چیزایی که از اونجا آموختیم برای تیم ولایت بامیان و تیم کابل قرار است رقابت های انتخابی تیم هندبال ولایت های لوگر، غزنی و میدان وردک هم تا چند روز دیگر در کابل برگزار شود. رقابت های لیگ ملت های فوتبال اروپا هم با 10 بازی پیگیر شد. در حساس ترین دیدارها آلمان توانست با نتیجه 5-2 ایتالیا را شکست دهد. مجارستان با 4 گل انگلستان را در هم کوبید و ترکیه با 2 گل از صد لیتوانیا گذشت. آل هم از وضعیت آب و هوای فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که تا حالا بیننده مهمترین ها این ساعت خبری از یک بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.